کله جوش یا کال جوش یکی از غذاهای اصیل و پرطرفدار که اصالتاً به شهر اصفهان برمیگرده. بریم با هم دیگه مراحل تهیه این غذای خوشمزه و فوق‌العاده راحت رو ببینیم. یه دونه پیاز بزرگ رو بعد از اینکه نگینه خرد کردم همراه روغن روی حرارت میذارم تا سرخ بشه. امان سرخ شدن پیاز میتونی چند حبه سیر رو رنده کنید و بهش اضافه کنید. پیاز که سبک و شیشه‌ای شد بهش زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم و تفت میدم تا عطر ادویه‌ها آزاد بشه. توی مرحله برای اینکه کله جوش خلصت بیشتری داشته باشه میتونید بهش آرد هم اضافه کنید، ولی در دستور اصلی اون آرد و سیر نداره. بعد از اینکه ادویه‌ها رو خوب تفت دادم یه قاشق غذاخوری نعنای خشک بهش اضافه میکنم. کله جوش یا کال جوش به اسم کش جوش، خروطی، دوغ گرمی یا کال جوش هم شناخته میشه و با دستورات متنوعی در شهرهای خراسان، یزد، تبریز و زنجان هم تهیه میشه. خب نعنا رو که یه مقدار تفت دادم، البته مراقبم که نعنام نسوزه و به اندازه یک پیمانه بهش گردوی خرد شده اضافه میکنم. شروع میکنم به تفت دادن تا خامی گردو از بین بره. دیگه خرد کردن گردو هم سلیقه‌ای هستش. اگر دوست دارید که خیلی بیشتر زیر دندون بیاد، درشت‌تر خرد کنید. اگر کشک محلی دارید که خیلی بهتر هستش، بعد از خیس کردن و ریختن داخل مخلوط کن، از طفی ردش کنید و داخل کله جوش بریزید. منتها من کشک آماده داشتم، بهش این مقدار آب اضافه کردم و داخل مواد توی قابلمه می‌ریزم. دوستان لطفاً در پایان با دنبال کردن کانال و لایک ویدیو از کانال حمایت کنید. ممنونم. مقدار آبی که من داخل کش ریخته بودم کم بود، به خاطر همین یه مقدار دیگه آب داخل کله جوش می‌ریزم. دوست داشتم کله جوش یه مقدار غلیظ باشه. شما اگر رقیق‌تر دوست داشتید آب بیشتری اضافه کنید. آبی که اضافه کردم آب جوش نبود، به خاطر همین در قابلمه رو می‌ذارم تا 5 دقیقه بمونه به نقطه جوش برسه. بعد هم یه مقدار نمک اضافه می‌کنم، چون کش خودش نمک داره زیاد اضافه نکنید. بعد اواخر پختن رو اندازه کنید. این غذا برای روزایی که واقعا وقت کم دارید فوق‌العاده هستش. خیلی سریع آماده میشه و مزه اون عالیه، مخصوصا برای زمستون خیلی گزینه مناسبی هستش. بعد از اینکه نمک کاملا حل شد، در به اون رو میذارم و یک ربع زمان میدم تا کاملا بجوشه و جا بیفته. کش جوش کلا بعد از 30 تا 40 دقیقه آماده میشه. داخل ظرف سرو میکشم، یه مقدار نعنا داغ آماده میکنم و روی اون میریزم. برای اینکه تب سرد کش گرفته بشه، یه چند تا مغز گردو زمان سرو کنارش میذارم. مزه اون رو متفاوت تر هم میکنه. با سبزی خوردن و نون خوش مزهش هزار برابر بهتر میشه. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. این غذای خوشمزه و فوق‌العاده راحت رو تهیه کنید و در این روزهای سرد زمستونی کنار عزیزانتون نوش جان کنید. ممنون که تا پایانش همراه بودید.